یه مقایسه بی سابقه داشته باشیم راجع به دو کشور پرطرفدار تو جنوب و شرقی آسیا، دو کشور زیبای اندونزی و مالزی که خیلی جزو کشورهایی هستن که برای تفریح و یا زندگی مردم انتخابش میکنن. و من امروز میخوام بهتون بگم که چرا کشور اندونزی خیلی بهتر از مالزیه برای زندگی و سفر. از هزینه های زندگی بهتون بگم تا مردم مهمون نواز و خونگرمش، اقتصاد روبه رشدش و هر چیزی که لازمه بهتون میگم. اینا طبق تجربیات خودم توی زندگی یک ساله توی این کشور زیباست و بهتون واقعیت ها رو میگم تا بتونید یک تصمیم درست بگیرید. البته همیشه لازمه که خودتون هم تحقیق بکنید، اما من تصمیم گرفتم با توجه به تجربیات خودم و آمار و ارقامی که درآوردم این اطلاعات در اختیار شما بذارم. امیدوارم که به دردتون بخوره. حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید و یادتون نره که کانال منو سابسکرایب کنید و مهمتر از همه این که حتما نظرتون راجع به این موضوع برام تو کامنت ها بنویسید که اصلا به نظر شما کدوم کشور بهتره برای زندگی و سفر و دلیلتونم حتما ذکر کنید. ممنونم. خب این همه ماجرا نیست. اندونزی یه اقتصاد پویا و روبروشی داره که هر کسی رو تحت تاثیر قرار میده به خاطر جمعیت زیادی که داره و اقتصاد خیلی قوی که داره و یکی از بزرگترین اقتصاد رو توی جنوب شرق آسیا داره. مسلماً اگر کسی برای سرمایه گذاری توی این کشور اقدام بکنه و تجربه کافی رو داشته باشه موفق تر میشه. اگه بخوایم راجع به سفرهای داخلی و تفریحات هم بگیم، اندونزی با این همه وسعت قطعا بهتر از مالزیه به خاطر طبیعت وکتی که داره. 17,000 تا جزیره داره، کلی کوههای آتشفشانی داره، جنگلهای بارونی داره و انقدر جذابیت داره که هیچ موقع شما حوصله‌تون سر نمیره و این تفریحات تمومی ندارن. و به نظر من اگر قصد مهاجرت مثلا به این کشور رو دارید از طریق سرمایه گذاری که توی این ویدیو براتون توضیح دادم، اینجا بهترین مقصد نسبت به مالزی با در نظر گرفتن هزینه‌ها. هزینه‌هاش خیلی کمتر از مالزیه و شما میتونید بیزینس موفقی داشته باشید اگر تجربه کافی داشته باشید. و بهتون پیشنهاد کنم که حتما اون ولاگو ببینید. خب من تقریبا یک ساله که توی این کشور زیبا دارم زندگی میکنم و دیگه جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمونده. اگه بخوام واقعیت رو بگم اینه که این کشور پر از انرژیه، پر از شور و هیجان، مردمی هستن که به شدت دوستت دارن و ازت حمایت میکنن و تفریحاتی که توی هیچ جای دنیا پیدا نمیکنید. و همین باعث میشه که من بگم خب چرا مثلا مالزی، اندونزی نسبت به هزینه و شرایط زندگیش گزینه خیلی بهتریه برای سفر و زندگی. و دوست دارم که نظر شما هم راجع به این موضوع بدونم. حالا در ادامه ویدیو دونه دونه راجع به تمام اینها بهتون توضیح میدم تا شما هم بتونید یه تصمیم درست بگیرید. هزینه زندگی خیلی نکته مهمیه. هزینه زندگی توی اندونزی از مالزی پایین تره. مثلا اجاره یه آپارتمان توی مرکز شهر توی اندونزی از 7 میلیون روپیه شروع میشه. آپارتمان کوچیک، حالا بسته به امکاناتی که داره خب این قیمت بالاتر هم میره، ولی همین آپارتمان رو با متراژ کوچیک شما اگه بخواید توی مالزی بگیرید حداقل دو سه برابر قیمتی که اینجا باید هزینه کنید باید اونجا هزینه بکنید و این خب خیلی فرق داره. هزینه غذا هم توی اندونزی خیلی بصرفه تر از مالزی. شما با 3 تا 5 دلار میتونید یه غذای کامل تو رستوران های محلی بخورید. البته این مبلغ توی رستوران های مثلا لوکس و رستوران های که توی مراکز خرید هستن به تب خیلی بالاتره، اما باز هم شما با هزینه کمتر میتونید یه غذای کاملی رو شما بخورید. همین غذا رو اگه شما بخواید غذای محلی رو توی مالزی بخورید دو سه برابر هزینه بیشتری باید پرداخت کنید و این نکته به نظر من خیلی مهمه چون هزینه خورده
خوراک هم جزء اولویت های زندگی محسوب میشه. یکی دیگه از نکات مهمی که هست اینه که از نظر جاذبه های طبیعی اندونزی خیلی غنی تر از مالزیه. اندونزی با 17,000 تا جزیره جز بزرگترین مقصد گردشگری دنیاست و سالانه کلی توریست به جزایری مثل بالی، لومبو، جاوا، سوماترا میان و از این طبیعت زیبا لذت میبرن. و اگه از مهاجرا و کسایی که اینجا زندگی میکنن بپرسین، واقعا همه تعریف میکنن از این کشور و میگن که واقعا بهترین مقصدی بود که برای حالا گردش یا زندگی انتخاب کردیم. و همینطور کلی کوههای آتش فشانی داره، کلی جنگل‌های بارونی داره و انقدر زیبایی داره که تمومی نداره، که واقعا مالزی اصلا نمیتونه با اندونزی توی این موضوع رقابت بکنه. سالی 6% رشد اقتصادی داره که نسبت به مالزی بیشتره به خاطر جمعیت زیادی که داره، فرصت‌های شغلی بیشتری فراهمه. 270 میلیون جمعیت اندونزی داره و 33 میلیون جمعیت مالزی داره. پس کسایی که میان توی این کشور سرمایه گذاری میکنن و یا کارآفرینی میکنن، خب قطعاً با این جمعیتی که داره و با این اقتصاد خوبی که داره، اگه تجربه کافی داشته باشن موفق میشن. یه نکته مهم دیگه هم این که اندونزی واقعا کشوریه که برای رشد کردن شرایط برای شما فراهم کرده و بهتون اجازه میده که بتونید راحت بیزینس خودتون رو راه اندازی بکنید و خیلی هم مردم استقبال میکنن از اینکه میبینن مثلا یک خارجی اینجا بیزینس خودش رو راه اندازی کرده. و اینکه به نظر من با در نظر گرفتن همه شرایط، باز هم اندونزی برنده است. مردم اندونزی مردم خونگرم و مهمون نوازی هستند و شما وقتی که وارد کشورشون میشین همیشه ازتون حمایت میکنن، همیشه با روی خوش باهاتون برخورد میکنن، بهتون لبخند میزنن و به شدت ازتون استقبال میکنن و اصلا به شکل یک مهاجر شما نگاه نمیکنن و از اینکه توی کشورشون هستید و زندگی میکنید یا برای سفر اومدید خیلی خیلی خوشحال میشن و اگه بفهمن که کشورشون رو خیلی دوست دارید، واقعا خیلی خوشحال میشن و باهاتون یه ارتباط صمیمانه برقرار میکنن، چون تعصبی خاصی روی کشورشون دارن و به خاطر اینکه کشورشون براشون خیلی مهمه، با ارزشه و همیشه تو اینو تو مراسماشون، توی جشناشون میبینیم که چقدر برای کشورشون ارزش قائلن. خب حالا تو بیا به هم بگو، اندونزی بهتره یا مالزی برای زندگی؟ با توجه به صحبت‌های من و شرایطی که گفتم، کدومش برای زندگی بهتره؟ بیا نظرتو اینجا برام تو کامنت ها بگو و حتما یادت نره که منو سابسکرایب کنی و به دوستات معرفی کنی. و از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودی ممنونم. تا ویدیو بعدی، خدا.